درود بر شما. با 180 ثانیه جمعه 8 اردیبهشت ماه ما رو همراهی کنید. امروز جمعه 8 اردیبهشت، معترضان در زاهدان بار دیگر به خیابان آمدند. از زمان آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران، زاهدان و دیگر شهرهای استان سیستان و بلوچستان جمعه هر هفته صحنه آمدن معترضان به خیابان ها بوده است. مولوی عبدالحمید، رهبر پرنفوذ مسلمانان اهل سنت ایران، از احتساب‌های اخیر کارگران حمایت کرد و از حکومت خواست بر اساس مطالبات مردم عمل کند. وی در خطبه‌های نماز جمعه این شهر افزود: هر نظامی در دنیا، اسلامی یا غیر اسلامی، باید با همراهی مردم باشد و با زور سلاح هیچ نظامی نمی‌ماند. انجمن آزادی قلم آمریکا اعلام کرد که ایران با 57 نویسنده زندانی در سال گذشته پس از چین بیشترین تعداد زندانی و با بازداشته 16 زن نویسنده و روزنامه‌نگار به بزرگترین زندان زنان نویسنده در دنیا تبدیل شده است. این گزارش می‌افزاید چین و ایران در میان دیگر کشورها بیشترین محدودیت‌ها را علیه آزادی بیان اعمال می‌کنند و بدترین مکان‌ها برای نویسندگان هستند. در مسابقات جایزه بزرگ دوچرخه سواری کشور در رشته کوهستان در تونکابون، مردان شرکت کننده از رفتن بر روی سکوی قهرمانی در اعتراض به برگزار نشدن مسابقه زنان امتناع کردند. نفر سوم آقای رسول ابراهیمی، نفر دوم آقای محمد حسین اشتیاقی. مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس گفت که با پایان مهلت داده شده برای پایان اعتصاب کارگران فصلی، کارگران جدید جایگزین آنها می شوند. او همچنین گفت که از روز پنجشنبه جایگزینی نیروهای جدید آغاز شده است. پیش از این اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش های متعددی از اعتراض و اعتصاب کارگران پروژه‌ای مناطق مختلف منتشر کرده بود.